حاجی، یعنی واقعا این چهار تا چیزو نمیدونی که بهت ثابت کنه زمین صافه؟ آزمایشای کشتی و دریا و سایه منحنی اینا رو میگی دیگه. نه بابا، اونا که دیگه خیلی خاص شده، مال بچگیامونه. اول از همه چی که باید بهت بگم، همین الان کشتیای جهان دارن از نقشه زمین صاف استفاده میکنن، چون ما نقشه زمین گرد کلا مسیر اشتباه میرن، یعنی خودشون هم میدونن که نقشه زمین گرد اشتباهه. بابا اون که همین نقشه زمین گرد خودمون رو دو بودیش کردن، بعید میدونم حرفت درست باشه. اگه همونه پس این چیه؟ این نقشه دو بودی زمینه، این نقشه زمین صاف داداش. دوما نقشه واقعی زمین اینه. نمیدونی این چیه واقعا؟ اینو تو قرن 16 کشیدن. ببین واقعا اسرارآمیزه. ببین این دایره که وسطشه، این محدوده زمین ما، یعنی کره زمین ما. بعد اون طرفش، یعنی اون طرفش میشه اونور قطب جنوب و اینا، که توش پر از موجودای ماورایی و افسانه‌ای دارن زندگی میکنن، یعنی پر از چیزای ماورایی، اصلا معلوم نیست اونورش چیه. یعنی میگه پشت همین یخهای قطب خودمون؟ آره دقیقا پشت یخها، ولی بعدش اقیانوسه، بعدش میشه این گنبدی که ما الان توشیم. دور این گنبد میگم پر از آب و اقیانوسه. ببین اگه باورت نمیشه، توی سیمسون هم نشونش دادن، توی قصه حضرت نوح هم میگن که در آسمون رو باز کردیم و آبا رو ریختیم روی زمین. ببینم بازم مدرکی داری؟ واقعا یه ذره تعجب کردم. آره ببین کلی مدرکه. مثلا از این گنبده مدرک خیلی بزرگی که هست اینه که وقتی بادکنک رو توی یه گنبد روی کره زمین میتره کنی، دقیقا صداش مثل رعد و برقه. این فیلم رو ببین. در مورد ماه چی؟ ببین ماه کلن هرچی به امون گفتن دروغه. نه اینکه ماه دروغ باشه، ولی ماه مثل یه لامپ بالای زمین صاف داره همینجوری میگرده، یعنی اینکه چیزی که ماه به امون گفتن کلن تقلبیه. اینم فیلم واقعی ماهی که از هواپیما گرفتن. در مورد جزر و مد چی؟ این نظریه هم کلن باطله بابا. اصلا میدونی تو همین ایران خودمونم الان دریای خزر ما جزر و مد نداره که. خیلی جا هستن که جزر و مد ندارن. جزر و مد فقط به خاطر شتاب زمینه. برو توی نت سرچ کن، کلی راجبش میتونی بفهمی. در مورد خورشید چی؟ ببین هیچکس واقعا نمیدونه خورشید چیه، چون نمیشه نگاش کرد، چشمو میسوزه. ولی اینم فیلم خورشیده که اونم مثل لامپ بالای زمین داره میچرخه. ببین یه خلبانه فیلمشو گرفته. خورشید در واقع خیلی کوچیکه، اصلا اونقدی بزرگ نیستش که بخواد کل زمین روشن کنه. واسه همینم هم اینجوری که میبینی دور زمین صاف میچرخه و هر سری یه قسمت زمین روشن میکنه. تازه نصف خلبان هم اعتقاد دارن که زمین صافه، چون با چش دیدن. اینم فیلمش. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature? No. No? There's no curvature? It's just all flat. آجی این فیلم ها چی؟ فیلم هایی که از فضا دارن نشونمون میدن که نشون میده زمین گرده. اونا رو همه رو با لنز چشماهی یا فیش ای گرفتن که این لنزا کلن کارشون اینه همه چیو گرد میکنن. خب اصلا چرا گرد بودن زمین رو باید پنهان کنن؟ این ویدیو رو از مدگل ببین. دو تا چیز دیگه، اگه که واقعا روتی گنبد باشه و تو و تمام خورشید و همه چی به خاطر تو اونجا باشن، یه معنی به زندگی تو میده و باعث میشه آدما برن به سمت اینکه من وجودم واسه چیه، تا اینکه حواسشون به تبلیغات و هزار تا چرت و پرت دیگه ای که همه چیز مادیه پرت باشه. و این تو زمین اونو ساختن. چقدر تو ساده ای و ما خیلی براشون خاص بودیم. اون وقت اونا کیان دقیقاً؟ ببین اصلا معلوم نیست اونا کیان، منم کاری ندارم، ولی ما خیلی ارزشمون زیاده. کله گنده ها نمیخوان ما اینو بدونیم که ارزشمون زیاده، میخوان همینجوری زندگی روتینی داشته باشیم، میخوان توی این ماتریکس بمونیم. دقیقاً مسئله همینه که چرا بهمون دروغ میگن. این عکسو ببین، خوب میفهمی که اونا میخوان اینجوری واقعا تحقیرمون کنن. واقعا کنجکاوم کردی. ببین یه آزمایش داریم به اسم آزمایش هلیکوپتر. الان بهت بگم برگات میریزه. میدونی چه جوریه؟ میگه اگه راست میگید، یه هلیکوپتر رو 12 ساعت رو هوا نگه دارید، بعد 12 ساعت اونو فرود بیارید رو زمین. اگه زمین گرده، بعد 12 ساعت بعد یه جای دیگه فرود بیاد، چون زمین داره میچرخه دیگه. ولی اگه همونجا فرود بیاد، یعنی زمین صافه. در حقیقت هم همونجا فرود میاد. ببین اینو شنیدمش، ولی از نظر علمی اگه خارج از جو زمین باشی زمین میچرخه ولی اون نمیچرخه. میدونی اگه توی جو زمین باشی
در واقع هلیکوپترم با جو زمین میچرخه. مگه تو رفتی فضا با چشت دیدی که اینو میگی آخه؟ چقدر شماها. بعدش هم اصلا به من بگو ببینم چرا هواپیما وقتی دور این زمین گرد صاف میره جلو از جو زمین خارج نمیشه؟ اگه زمین گرد باشه باید همینجوری که میره جلو خارج بشه دیگه، ولی در واقع این اتفاق نمیفته. هواپیما صاف میرن و خارج هم نمیشن، یعنی مستقیم میرن ولی توی همین زمین میمونن. حاجی راست میگی، واقعا حرفات منطقیه. چرا افق خمیده نیست؟ چرا دریا رو صاف میبینیم؟ اینا همه جای سواله. پس در مورد عکسای ناسا چی؟ ناسا که بهمون کلی عکس نشون داده تا حالا. اونا همش دروغه دیگه، هیچکس ناسا رو باور نداره. ناسا رو سال 1958 ساختن که ما رو گول بزنن. مگه ندیدی زیر استخ کلی فیلم در اومده که با بک‌گراند آبی دارن فیلم میگیرن؟ خب بک‌گراند آبی توی ادیت راحت حذف میشه دیگه، میتونن اونا رو بذارن توی فضا. البته خودشون بعدن گفتن که اینا تمرین فضا نورده. ادیتورای ناسا واقعا موش کورن. ببین چه سوتی دادن که معلوم شدش که تمرین نبوده. حبابای آب توی فیلمشونه، یعنی حبابای آبو نتونستن حذف کنن. مگه اونجا خلا نیست؟ چرا اصلا این حبابا میرن بالا؟ اصلا حباب هم نباشن، هر چیزی باشن بازم مشکوکن، نباید برن بالا. تازه کلی فیلم هم هستش که از همین دریای خزر خودمون ترکمنستان رو توی شب میبینن، اما اگه زمین گرد باشه در حقیقت نباید بتونیم اونو ببینیم. ما توی ساحلی هستیم که به طور خاصی زاویه دید عالی داره به سمت ترکمنستان. این نور که در اون طرف قرار داره برای شهری در ترکمنستانه. در مورد جاذبه زمین چی؟ ببین کسی دقیقا نمیدونه جاذبه زمین چیه. همه چی تا الان فقط تئوریه. حتی چیزی که خود علم داره تو مدرسه بهمون یاد میده در حقیقت یه تئوریه و مشخص نشده. ولی خیلی ها میگن جاذبه به خاطر شتاب زمینه که داره اینجوری میره رو به بالا. به خاطر سرعتی که داره میره رو به بالا همه چی میچسبونه کفش. در واقع مثل آسانسور میمونه که وقتی میره بالا یه فشاری بهش وارد میشه. اما حالا تو به من بگو ببینم بلدی؟ کی اصلا گفت زمین صافه؟ خب اینو فیلسوفای یونان باستان گفتن دیگه، کسایی که ما همه ایده‌هاشون رو قبول داریم به غیر از همین زمین صاف، مثل فیثاغورس و هکتاتئوس و اینا همه گفتن زمین صافه. خب سوال همینجاست. ببین مثلا اونا گفتن که صورت فلکی این شکلی هم، مثلا گفتن این صورت فلکی ماهیه. دو بک برای اینا رو همه رو اونا کشف کردن دیگه. ولی کجاش اینا شبیه ماهیه؟ اصلا منطقیه که ما قبول کنیم این شبیه ماهیه؟ چرا ما اینو قبول کردیم؟ پس صورت فلکی واقعی چیه به نظرت؟ اسمش اینه SMVMJSON. چی؟ سان، مرکوری، ونوس، ارث، مارس، جوپیتر، ساترن، اورانوس، نپتون. اسم سیاره هاست. ببین همه سیاره ها توی یه صورت فلکی هن. اگه یه روزی همهشون توی خط بشن دنیا نابود میشه. دقیقا این همونیه که خیلی از دانشمندان بهش اعتقاد دارن. خب اصلا حالا که چی؟ اصلا چرا نباید ما بدونیم که زمین صافه؟ چرا نباید اینو بهمون بگن؟ چون که ما از طریق سیاره ها میتونیم بفهمیم چقدر مهمی. سیاره ها دقیقا مثل بدن ما چیده شدن. ببین دوتا چیزی که واسه زندگیمون خیلی مهمه چیه؟ قلب و مغز. خورشید دقیقا مثل سرمونه، داره به کل منظومه شمسی انرژی میده و همشون هم تحت کنترلشن. دقیقا مثل مغز. زمینم مثل قلبمونه که دلیل زندگیمونه. اگه توی کلمه earth اچ آخرشو بذاریم اولش میشه heart، یعنی دقیقا میشه معنی قلب و زندگی. واقعا برگام. پس بین این دوتا یعنی سیاره عطارد چی؟ عطارد هم دهنمونه دیگه. خب توی منظومه شمسی عطارد سیاره‌ای که به خورشید خیلی نزدیکه، بیشترین گرما رو از خورشید میگیره. دقیقا مثل دهنمون که وقتی که تب میکنیم دماسنج میذاریم توی دهنمون که بفهمیم تب داریم یا نه. اما دماسنج که اصلا قدیما نبوده. این چیزایی که میگی فکر نکنم مثلا علمی باشه، پشتوانه علمی داشته باشه. بیخیال بابا، پشتوانه علمی نداشته. علمی میخوای بدونی؟ علمیش میکنم برات. ببین این مبحث از نظر علمی خیلی بزرگه. اگه بری کتاب پرونده 111 رو بخونی میفهمی که چقدر بزرگه. این کتاب 1000 تا صفحه است، به صورت علمی با فیزیک و تاریخ برامون توضیح داده که چرا زمین صافه. به زبون فارسی هم از تازه تنبلید نیاد. کلا 9 فصله. فصل 4مش توی 28 صفحه با ریاضی گرد بودن زمین رو واقعا میبره زیر سوال. توی فصل 8مش هم میگه تمام کسایی که توی پرونده آپولو میخواستن که چیزای مختلف رو رو کنن از این پرونده به قتل رسیدن. آره واقعا همشون مردن. راست میگه. اما چرا؟ اما یه مشکلی وجود داره. ببین زمین نمیتونه تخت باشه واقعا. از نظر علمی به خاطر جاذبه قبل از اینکه حالا سیاره‌ها به صورت نیمه جامدن تو فضا گرد میشن. منم که بهت گفتم خب اصلا جاذبه‌ای وجود نداره. همه چی به خاطر شتاب زمینه.
ببین یه چیزی هم بهت بگم خیلی باحاله حالا که بحثش پیش اومد. سال 2003 محققا یه اندازه‌گیری دقیقی کردن ایالت کانزاسو و فهمیدن که ایالت کانزاس در واقع تخته. توی اون سال مردم حالا همه برگاشون ریخت و اینا و گفتن که در واقع هرچی به لبه زمین نزدیکتر میشین توی این ایالت سربالایش بیشتر میشه. به این واسه همینه که ساختمونا رو کج میسازن، چون در واقع کجه ولی برای ما صاف به نظر میاد. بعدش اومدن گفتن که هرچی میری بالاتر جاذبه بیشتر میخواد هولت بده به سمت وسط. حالا معلوم نیستش که این چه رازی پشتشه و سربالایی برای سخت‌تر میشه در واقع. اما اگه بالاخره بتونیم برسیم به لبه زمین، برخلاف چیزی که همه دارن بهمون میگن، اون طرفش یه آرامش خیلی عجیبیه، یعنی یه حس روحانیت و اسپریچوال و معنوی واقعی که بهش میرسیم. همه ستاره ها دارن دورمون میچرخن. نه ببینین توش اون سرزمین پشتی رو نداره که بهش میگن جنوبگان، نمیتونه درست باشه، من قبولش ندارم. راستی یه سوالی دارم، چجوری میتونیم برسیم به جنوبگان؟ یه راهی داره میخوای بدونی؟ ببین تو اگه میخوای بری اون بره زمین ما، باید بتونی از جزیره فوگو توی کانادا رد بشی. این جزیره لبه شرقی دیسک زمینه، چون توی شرقی ترین جای آمریکای شمالیه. هیچ کسی تا حالا لبه این زمین رد نشده، هیچ کسی هم مدرکی نداره که واقعا پشت این زمین خشکیه. یعنی این که واقعا این مکان مرموزیه و میگن که اون ورش اگه بری میرسی به اون ور زمین ما. از طریق قطب جنوب هم میتونی بری، ولی احتمالا گنبد بهت اجازه نده. خب نظرت راجع به استرالیا چیه؟ استرالیا تو نیمکره جنوبی زمینه، جایی که برعکس جزیره فوگو کلی شواهد داره که به اون نشون بده زمین گرده. مثلا ستاره هاش چون تو نیمکره جنوبیه با نیمکره شمالی فرق داره، دقیقا چیزی که تو زمینه گرده. اما توی زمین تخت باید همه جای زمین ستاره ها مثل همدیگه باشن، چون که همه ستاره ها توی یه محورن. اما خب استرالیا اینجوری نیست، استرالیا واقعا دشمن زمین تختگره هاست. بابا اینا همش هولوگرامن، استرالیا رو ساختن تا ما رو گول بزنن. استرالیا در واقع یه کد نویسیه که دنیای ماتریکس ما رو بتونن واقعی تر کنن. ماتریکس. اما بازم با این حال من بعد از بحث با دوستم به نتیجه نرسیدم. برای همین تصمیم گرفتم که خودم برم شخصا تحقیق کنم و ببینم که داستان چیه. چون که مغز ما اونقدی کامل نیستش که بخواد خیلی چیزا رو درک کنه. مثلا ما هیچ درکی از سرعت نور نداریم. برای همین توی اولین قدم تحقیقم رفتم توی یوتیوب سرچ کردم. اما دیدم همه یوتیوبرها این تئوریو کلا مسخره کردن. منم واقعا از مسخره کردن متنفرم. پس به نظرم بهترین راه حل این بود که برم هوش مصنوعی کمک بگیرم. اما هوش مصنوعی هم با اینکه بهش فرمولای ریاضی و چیزای عجیب غریب دادم، هیچ کمکی بهم نکرد. همش میگفتش که این تئوری، این چیزایی که داری میگی به تئوری زمین صاف کمک میکنه و من نمیتونم بهت هیچ کمکی بکنم در رابطش. واقعا چرا باید بلاک کنن چیزی که علمیه و ما میخوایم راجبش بدونیم؟ خب اصلا غلطه، بیا رد کن تئوری منو. چرا کلا بلاک شده؟ این خیلی واقعا شکمو بیشتر کرد. اگه تو اینترنت بیشتر و بیشتر سرچ کنید، بیشتر میفهمید که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. مثلا جاذبه تئوریه، هسته زمین تئوریه، ماده تاریک تئوریه. اما خب یه چیز دیگه هم بهتون بگم به عنوان نکته آخر. اگه اینجوری که میگن زمین تخت باشه و جاذبه توی زمین از طریق شتاب به وجود بیاد مثل یه آسانسور، کل کره زمین باید جاذبهش یکی باشه. اما در حقیقت اینجوری نیست. یه جایی مثل ارتفاعی نزدیک خط استوا جاذبه زمین کمتره، مثل کوههای چیمبرازو. شما چی فکر میکنید؟ دوستم نظرتون رو بدونم. به نظرتون زمین تخته یا زمین گرده؟